نباشی کردیا در مونده نباشی آج رحمت خدا قوت سلام حاجی حاجی آقا تو رو میفرمودن اگه آب دستتون رو بزنید زمین یه قدم بالا بسا روشن کن بریم جی. سلام بابا خسته نباشی زنده باشی بابا با اجازه سلام دختر گلم به 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 چه دختر نازی دارم ماشالله ماشالله جونه بابا یه چیزی به مامان نمیگی چی شده بازم مامان میگه من مریضم باید برم دکتر بذار ببینم نه کی گفته دختر گل من خال سوسکه من مریضه ها؟ اصلا هم مریض نیستی سلام رحمت سلام خسته نباشی سلامت باشی
زارا بابا رحمت خسته است. برو تو بازی. آره عزیزم بودو برو تو سردت میشه. چی شد؟ صورتشو دیدی؟ آره دیدم. زیر پوستش پره. آره رحمت. اولش خیلی خوب بود. کم بود. میترسم رحمت. حرص نداره مادر. تو دیگه چرا؟ بچه هزار جور رنگ و بارنگ میشه تا بزرگ بشه. سرخک، مخملک، آبل مرغون. اینا طبیعیه. حالا باید چیکار کنم؟ آها الان بهتون میگم چیکار باید کرد. به نظر من حرف اولو الان نهار میزنه. پیشتاد یکی از این آدم های میرزا نصرالله اومده بود. حاجی گفته بری قلعه بالا. گفته آب دستشه ها بذاره زمینو بره. اتفاقا سر را که میومدن رفتم به ساختمون مسجد سر زدم. الحمدلله تا چند روز دیگه همه مردم میتونن توش نماز و جماعت بخونن. خدا رو شکر. یعنی چیکار داری رحمت؟ خبرش به خودم هم رسید. طوری نیست. انشالله که خیره. من که دلم خیلی شد. بعد از این همه نفرت و کینه و دشمنی؟ نگران نباشین. طوری نیست. تا شما نهارتون رو بخورین منم میرم یه سر میزنم ببینم چیکار دارم. تکپا برم قلعه بالا برم و برگرم. نفهمیدی چی کارت دارن؟ خیره انشالله. ببین بابا بین خیر و شر یه مفاصل هست. یه نرم بی احترامی میشه به سورانی ها. حاجی ریش سفید بالایی هست. شما زحمت بکش نهارو با بچه ها بخور تا من برگرم. امید خدا. مواظب خودت باش. خدا خدا. سلام علیکم. شیخ رحمت اینجا چی کار داره؟ سلام شیخ رحمت. سلام علیکم. خوش اومدید. خوش اومدید. خوش اومدید. نمی‌دونم. بله بفهمید. بفهم. سلام خیلی شاخو بردی. بفهم عزیز. عزیز. سلام علیکم میرزا. سلام علیکم. خوش آمدی. لطف کردی. نمیدونستم ناخوشی میرزا. دنیاست دیگه. اجل خبر نمیکنه. چی شده میرزا؟ خیلی ناامید صحبت میکنی. چی بگم؟ حیف که خیلی دیره. بلا دور انشالله. کار خوبی کردی اومدی. ممنونت شدم. گفته بود نمیای. چی شده میرزا؟ میخوام یه معامله ای بکنم. معامله با کی؟ با خدا. وساطت تو رو لازم دارم. من؟ چرا من؟ وساطت که نه. زحمت معامله با خدا میفته گردنه. آخه چرا من میرزا؟ برای اینکه تو پیش خدا آبرو داری. شما لطف داری میرزا.
نپرسیدی چه معامله؟ خیر انشالله، هر چی که باشه خیر. از زحمت بکش زیر اون بالش یه نامست برای من بیار. میخوام وصی من باشی. این وصیت نامه مو به مو باید اجرا بشه. آخه میرزا نه نگو. میدونم که دل خوشی از من و بچه هم نداری. میدونم که بین ما هر چی بوده کینه و عداوت و دشمنی. میرزا دیدیشون؟ کیا رو؟ بچه هامو. بچه هام اگه برگشتن؟ بله برگشتن، اما نه برای دیدن من، برای بردن دار و ندارم. آخه بوی حلوای من به مشامشون خورده. منظورت چیه میرزا؟ نمیذارم آخرتمو خراب کنم. دنیا رو که نداشتم. هر کی ندونه تو میدونی هر اتفاقی افتاده از دور اینا بلند شده. فراموش کن میرزا، فراموش کن. نوشتم مهر امضام کردم بفروش، اما رو تبدیل به یک درمونگاه خیریه برای این منطقه، برای این مردم بکن که از نون شبم براشون واجب داره. بلکه خدا قبول کنه شافی آخرت من روسیا بشه. آخه اونا چی میرزا؟ شهر به پا میشه. مدتی نیست که یه خورده آرامش پیدا کردیم. نمیتونن جلوی تو وایسن. نه میرزا دیگه بسته، دشمنی و جنگ بسته. از طرفی خب اونام حقشونو میخوان. حق اونا نیست، اونا هرچی خواستن برداشتن و بردن خارج. ولی این مردم مظلومه، باید برگرده به خود اونا. میرزا بنا حالت خوب نیست، ناخوشی. بذار برای یه موقعی دیگه. قسمت دادم بگیر. شیخ رحمت الان چند روزی که خریدار پشت خریدار میاد اینجا و میره، هیچ کسی هم سر از کار اینا در نمیاد. این گوگاه بچوری دندون تیز کردن. کبلایی گرگ اگه دندونش تیز نباشه که گرگ نیست برادر من. شما میگی یعنی دست به دست بذاریم نگاه کنی اینجوری؟ خب چه میشه کرد؟ برسن ارثشونو میخوان. اما میرزا چیز دیگه میگه. وصیت‌نامه‌شو خوندی؟ بله خوندم. خب نداره. شما خودت داری میگی گرگ. چه توقعی داری از من؟ قلاده گرگا رو باز کنم و بندازمشون به جون مردم بیچاره؟ فکر نمی کردم شیخ رحمت توی این اوضاع اول ترسیده میشه. نه موضوع ترس نیست کبلایی. ببین میرزا ناخوش احواله. آدم ناخوش احوالم عقلش درست حسابی کار نمی کنه. فردا ممکنه حالش خوب بشه و پشیمون بشه. چی بگم شیخ؟ خدا آخر عاقبت همه این ماده به خیر کنه. الهی آمین. خدا حافظ شما. زحمت کشیدید. ممنون. خدا حافظ شما.
آباشه اینجا چیکار داشت؟ نفهمیدی مگه کری؟ نشنیدی ازت چی پرسید؟ شیخ رحمت اینجا چیکار داشت؟ با میرزا کار داشت. اون با میرزا کار داشت یا میرزا با اون؟ میرزا خودش پیغام داده که شیخ بیاد اینجا. اونا که سالها سایه همدیگر رو با تیر میزنن، چطور شده اینقدر صمیمی با هم خلوت کردن؟ چه عرض کنم؟ شاید مراسم آشتی کنون بوده. بدون سازاد و حال سوراسات؟ حتما. حتما چی؟ نکنه صدای ساز و دهلشون بعدن در میاد. حتما. پرسیدم اون با پدر چی کار داشت رو با؟ قرار بود که میرزا وصیت نامه‌شو طوری تنظیم کنه که بده دست شیخ تا اونم وصی و قیم اون باشه. چی؟ وقتی میگم اینجا یه خبرهایی هست میگی نه بدبین نباش. دشمن آبا اجدادی ما قراره بشه بزرگتر ما. شیخ رحمت آقا جون مگه قرار نشد خانداداش فرهان اختیار دار بشه؟ مردم چی میگن؟ نمیگن میرزا آخر عمری افسر بچه هاشو داده دست دشمن قسم خورده؟ اگه فردا دست ببره تو وصیت نامه چی؟ آقا جون تا دیر نشد ازش پس بگیر. سلام از این طرف ها با شیخ رحمت کار دارم. شما ندیدینش؟ خبر ندید؟ الان باید مدرسه باشه. مدرسه؟ میبینم. حالا چیکارش داری؟ بعدا بهت میگم. باید برم ببینمش. برو. خدا به خیر بگذرونه. جاله یادتون داده؟ نه آقا جون این حرفا چیه؟ اون که برای شیخ رحمت میمرد. تمام کینه و نفرتش از اینه که شیخ رحمت اونو نگرفت. اومدم. اون دختره یه کله پوک خود باخته شیخ رحمت رو بین مردم این منطقه سکه یه پولش کرد. اون با اون رفتار احمقانه اشرافیش لیاقت همسری با یه مرد روحانی ساده و پاک رو نداره. چی شو؟ اون رحمتی که وقتی اسمش می اومد بند دلش پاره می شو. حالا شده دشمن آب اجدادی ما؟ سلام شیخ. سلام علیکم. خسته نباشید. سلامت باشی. خیر انشالله. شیخ اینا با میرزا سرشاخ شدن. فرستادن که فرمانم بیاد. اونا میخوان بیان سراغ شما تا اون وصیت نامه از شما پس بگیرن. این چند روزه اینقدر با این میرزای بدبخت بد رفتار کردن که حالش خرابتر شده. آخه آقا جون این چه کاری که خانداداش فرهان نمیتونه اجرا کنه؟ اجرای اون وصیت نامه احتیاج به یه مرد خدا داره. تو تموم این منطقه خالص‌تر از شیخ رحمت کسی رو سراغ نداشت. کبلایی من یه دفعه دیگه هم خدمت شما عرض کردم به هر صورت این بچه ها وارث این ارث و میراث هستن، حقشون رو میخوان. خب اونو به خاطر همین من فرستاد پیش شما.
میرزا یه پا وایسده میگه اینها حقشون رو گرفتن، بیشترم گرفتن، این مال دیگه مال مردمه نه مال اونا، اصلا از دستشون راضی نیست. من فرستاده اینجا که قسمت بدم، قسمت بدم که این وصیت نامه رو یه وقت به دست اینا ندی. تموم عمرم به هر خواسته ای تن در دادم، حالا میخوام یه معامله با خدا بکنم. شما چه میدونید معامله با خدا یعنی چی؟ گم شید برید بیرون. چشم آقا جون، میریم بیرون، ولی بدونید باعث هر فتنه و شری خودتون شدید. از من چه انتظاری داری؟ میگی من چیکار بکنم؟ تفنگ بردارم و برادر کشی بکنم؟ اصلا میون دوای یه مش گرگ من چیکاره هستم؟ خب شیخ اشتباه همینجاست، این میرزای بدبخت که دیگه گرگ نیست، اون شکسته، اون گدای رحمته، اون حالش خرابه داره میمیره، بذار با خیال راحت بیره. شیخ پشت اون خوابینه. خیلی خوب کب، از قول من به میرزا بگو نگران وصیت نامه نباش. حل حق و بلانصاف که مرد خوشم بیا خوشم آفای این رفتاری که من خبر دارم که اون با شما و پدر شما کرد، هر کسی دیگه جای شما بود هیچ وقت نمیزنشت. فی امان الله. خدا حافظ. بابات بابات میخوام وصی من باشم، این وصی از منه، مو به مو باشم، قسمت دارم، بگید. سلام عرض کردیم حاج رحمت. سلام آقا. علیکم السلام برادرای عزیز خودم. خوش خبر باشی آقا مرتضی. خیر حاجی؟ یه سری لوازم از کمیته امداد فرستادن، هیچی رو از شما امینتر و مطمئنتر سراغ نداری. لطف میکنی همین الان میای بین مردم تقسیمش میکنی. باش بروی چشم. بریم. شما بفرمایید، من یه مختصر کاری دارم بعد خدمت میرسم. چشم. سلامت. قرصاشو خورده؟ دیگه فایده نداره، امروز به جای یه قرص سه تا قرص دادم، بازم افاقه نکرد. گفتم که نمیتونم. آقا جون چطوری؟ راضی نمیشه. درن ندارم. اگه کاری واجبی داشتی شب بیا ببینم چی میگی. الان اصلا موقعیت صحبت کردن ندارم. شب بیا خونه ببینم چی میگی. منتظرت. آقا فرمان حالش خیلی بده، درد رسیده به استخوناش، دکتر خبر کنی. به دکتر مصباح گفتم بیاد،
الان دیگه سر کلش پیدا میشه. میاد، ناراحت نباش. بعد این چند سال این اولین صدای تیریه که تو این دشت میپیچه. میرزا نصرالله سورانی مریضه، هرچی هم گفته یا وصیت کرده هزیون گفته. من نمیدونم چی شده بعد از این همه مدت پدر من میرزا نصرالله سورانی دشمن قسم خورده آبا اجدادیشو برمیداره میاره قلعه بالا، وصیت نامه بهش میده، دست خط بهش میده و وصیش میکنه. به جز سفاحت و دیوونگی میرزا چی میتونه باشه؟ همه میدونین به خاطر اینکه خشم و کینه و نفرت و برادر کشی تو این منطقه بخوابه، من و ژاله خواهرم کوچ کردیم و رفتیم. اگه پدر ما ملک و زمین داره، همه دارن. این دلیل نمیشه کسی بیاد ادعا بکنه. گناه که نکردیم. هر چی که هست باطله. ما خودمون تو خارج محتاج‌تر از این حرفاییم. کاک اسلام، تو که ماشاءالله عقل کلی، تو نگفتی روی این گنج یه دفعه یه ماری خوابیده؟ من نمیدونم شما چی حرف میزنید، اما بهتره یه چیزی رو بدونید. حرمت این مردم واجبه. اگه شما حرفی دارید بیاید به منزل من بشینیم با هم صحبت. اما اگه خیال کردی که ما از این تیر و ترقا میترسیم، باید بیام اشتباه کردیم. پاک اسلام، حرف ما اینه، یه اشتباهی شده، یه وصیت نامه دست پسرته. ما وصیت نامه رو میخوایم هر جوری که عقلت میرسه و صلاح میدونی این کار رو انجام بده، وگرنه هر اتفاقی که توی این منطقه بیفته اول مسبب شمایی بعدن این مردم. شما برگردید، من با پسرم حرف میزنم. بینم بدون هر کی هر چی گفت آدم زود باور نمی کنه. یادتون راحت بشه. این شد یه حرف حساب. ایو هنداز، همه تون شاهد باشین، یه بار دیگه ما کتاب اومدیم. اصلا طالب تفنگ و تفنگ‌کشی و برادرکشی نیستیم. اینو میخوام تمام این مردم شاهد باشن. به سلامت. خدا بفرم. شیخ، جسارتاً قضیه وصیت‌نامه میرزا نصرالله سورانی چیه؟ مشساله، میرزا نصرالله سورانی تصمیم گرفته بخشی از اموالشو وقف درمانگاه و خیریه بکنه. همین. درمانگاهی که مایه شر رو بکش بکش باشه که خیر نیست. این طایفه خیر شره. لا اله الا الله. میگن میرزا دیوونه شده. دیوونه هم که تکلیفش مشخصه، وصیتش قبول نیست. کی همچین حرفی رو زده؟ من خودم چند روز پیش پلی ایشون بودم. اتفاقا برعکس، این دفعه من فکر میکنم از هر دفعه عاقل‌تر بود. آخه از همچی آدمی بذل بخشش بعیده. میزن از طلاق و درمانگاه. بالاخره انسان جایز الخطاست. شیخ، بعد از این همه سال دوباره شر به پا میشه ها. ما نزدیک بود امروز باهاشون درگیر بشیم. اومدن جلوی مسجد به ما بی حرمتی کردن. تیر هوایی در کردن. یه خود مراقب باش. شما نگران نباشیم پدر. من وصی میرزا نصرالله هستم. قبول کردم و باید این ماموریت رو انجام بدم. و اینم مطمئن باشین که اگر خود میرزا نصرالله موافق نباشه و راضی نباشه، حتی یک وجب از اموالشو
نمیتونیم وقف بکنیم نه قصب. چیزی میخوای آقا؟ برخور هاوش چشم بشن. نه یه مشوفونی هستن، همه جا رو آروبه بکنن، آشون نده بیا یش کنه با نده بیا این اماله جلیستن شلی کنی عجله میکنید. الان مردم چناران برای ما پیغام دادن، گفتن صبر کنید، ما میخوام تو مراسم خاک سپاری شرکت کنیم. الان که اینا پیغام دادن تو راه هستن دارن میان، حرکت دادن جنازه خوبیت نداره، یک بی احترامی به مهمونا میشه. لطفا شما نگران این چیزا نباش، هرچی خانده داشت فرهان امر کنه همونه. وانگهی ما که نمیتونیم به خاطر یه مش دهاتی پاپتی جنازه رو تا لنگ زور رو زمین معطل نگه داریم. شما به جای اینکه اینجا واسی بلندشو برو یه سرکشی کن تو مهمونا، ببینی وقت چیزی کم و کس نباشه، ما آبرو داریم. خانم جان شما نگران هیچ چیز نباشید، الان خرما، حلوا، باقلوا، گلاب، شکرپنیر، همه چی به اندازه هزار نفر، من پرسادم سر خاک، همه چی جوره. الان هم داریم تدارک شام نبینیم. بابا اشتباه کردیم، همه تعجب ماست، مهم نیست، بریم بابا.
حسرت از میکنم. خدا رحمت کنه. خدا بیامرزه. خدا رحمتش کنه. ما هم تو قمه خودتون شریک بود. تسلیت عرض میکنم. تسلیت عرض میکنم. خدا رحمت کنه. تسلیت میکنم. خدا من رحمت کنم. من آخرت بود. خدا رحمت کنه. مارم تو غم خودتون شریک بدون. با آرزوت رسیدی رحمت. بفرمایید. مگه قرار نیست وصیت‌نامه پدر برای مردم بخونی؟ خب بفرمایید. بله چشم. اتفاقا میخوام همین کارو بکنم. چشم. فقط یادتون باشه که بچه ها از مالشون نمیگذرن. شما چی؟ من برای چی باید بگذرم؟ همه چیه منو شکسته. میشکنمت. شما خودت رو شکستی. دنبال برادرت راه افتادی، رفتی دل بستی به خاک اجنبی، خوش کردی به اصالتت، الان برگشتی اصالت میخوای؟ ببین خانم سورانی، من دنبال آرامشم، فقط همین. پس از ما فاصله بگیر. خب فاصله، چون ما تصمیم داریم که بجنگیم. با کی؟ با تو. یا با کسایی که بخوان با ما مخالفت کنن و نذارن ما حقمون رو بگیریم. بریم داداش فرهاد. سلام مادر. سلام مادر. همه بودن؟ بله همه بودن. منظورت چیه؟ جالم بود. یه بوده نبودش فرقی نمیکنه. من نگرانم. نمیدونم چرا گاهی اوقات دلم بد جوری شور میزنه. تو چی فکر میکنی مادر؟ میترسم رحمت. زارا حالش چطوره؟ من میرم یه سر بهش بزنم. سلام آقا. علیکم السلام. خسته نباشی. سلامت باشی. کجا بودین؟ رفته بودم ختم میرزای خدا بیامرز. خدا رحمتش کنه. چطوری دخترم؟ چیزی میل داری بخوری؟ نه. چه شده؟ از صبح هیچی نخورده. دونه ها روز به روز دارن درشت‌تر میشه. باید ببریمش بهداری سردشت. نمیدونم. علائم سرخک و سرخچه هم همین جوری هن.
بعضی وقتا دونه ها تو صورت هم میریزه، ولی ما که همه واکسنشو زدیم. خوب میشه، انشالله خوب میشه. بهتر زودتر ببریمش بهتری. رحمت! یه دختر. رحمت! از بخشداری خواستنت! کی یعنی؟ نمیدونم، بگیرش برم ببینم کی. عروسی پسرمه کاک صالحه. لا اله الا الله، این کارا یعنی چی اینا میکنن؟ لااقل صبر نکردن کفن این بنده خدا خشک بشه. الله اکبر. حاجی میگن پسر سربازه، بهش مرخصی نمیدن. خانم باید رعایت کنن یه مقدار. یعنی چی آخه؟ خدا رو خوش نمیاد. همین کارا رو میکنن که ده بالا و ده پایین تشکیل میشه دیگه. حالا چی بگم آجا؟ مادر ببخشین اون عبا و عمامه منو بیار. کجا میخواییم بریم؟ برم لااقل تذکر بدم یه مقداری سرصداشونو بیارن پایین. خوش آمد. یه عروسی رو به هم زدی آقا فرمان، ولی داماد سر بود.
آفرهان، تنها پسر سربازم یه روز مرخصی داشت. من خواهش میکنم. بله آفرهان. بریم بچه. جمع. دلم شور میزنه. قضیه چی بود؟ دلت شور نزنه کردیا. خیر انشالله. اصلا میخوام بدونم موضوع چی بود؟ از دفتر ریاست جمهوری مرکز عمل شده که مشاور رئیس جمهور در امور کردستان من باشم. مبارکه. مبارکه حاج رحمت. حالا دیگه ایمان آوردم. یه نفر هست که حق این مردم مظلوم رو به اون بالایی ها انتقال بده. این چه حرفیه میزنی کردیا؟ من کی هستم؟ این مردم خدا رو دارم. الهی شد. الهی صد هزار مرتبه شد. سوار شوه. بریم حاجی. از همه تون ممنونم که زحمت کشیدین و تشریف آوردین. این مسجد رو که با دستای توانمند خود شماها بنا شده، من اول به خداوند بعد به شما عزیزان میسپارم. بین بعضی از اقشار مردم متاسفانه به غلط جا افتاده که مردم غیور کرد اهل کشت و کشتار و خونریزی هستن. ما باید اینو ثابت کنیم به همه که ما نه اهل پشت و کشتار خونریزی هستیم، که طرفدار صلح و آرامش و محبت هستیم. ولی اگر بیگانه یا اجنبی خدایی نکرده بخواد به آب و خاک و دین ما تجاوز کنه، بله ما جلوش وای میستیم. خدا شاهده که اگر به خاطر غیرت و سربلندی شما مردم خوب کرد نبود، من به این ماموریت تن نمی دادم و به خاطر شما مردم زحمتکش و غیرتمند شاید در این راه با جونم دارم معامله می کنم. امیدوارم که در این راه جان ناقابل من ارزش ایثار و محبت شما مردم زحمتکش و غیرتمند کرد رو داشته باشه. سلام بابا. سلام بابا. نگران نباش بابا، خیالت راحت باشه. نه با حضور و وجود شما نگران نیستم پدر، فقط خونه و بچه ها رو اول به خدا بعد به شما میسپارم. زارا حالش خوش نیست، میخواستم ببرمش بهداری سردشت که این ماموریت به هم محول شد. دیدم این واجب تره، زحمتش میفته گردن شما. خیالت راحت باشه. خیلی من در زم وصیت‌نامه میرزا توی کشوی میز مسجده. باریش سفیدا بشینین، یه شورا تشکیل بدین، هر چیزی که مصلحت هست. در غیر این صورت وصیت رو برگردونیم به بچه های میرزا. خودشون میدونن، به ما دیگه ربطی نداره. دیدی که عروسی داشت تبدیل به عزا میشد. نگران اونم نباش بابا. چشم. به امید خدا. خدا حافظ. موفق.
بچه ها این روزا باید خیلی مواظب باشید. با اومدن بچه های میرزا نصرالله احتمال داره اوضاع به هم بریزه. چشم آقا، هرچی شما بفرمایید. فقط اگه اجازه بدین اونا رو دستگیر کنیم و تحویل مقامات بدیم. فکر میکنم این بهترین راهی که از دستشون خلاص شیم. نه، ما مدرکی نداریم بتونیم اونا رو دستگیر کنیم. حاجی، مدرک از این بابت که اونا عروسی رو برمیزنن و مردم کتک میزنن؟ اون دوماد بیچاره معلوم نیست چجوری تونسته این عروسی رو به پا بکنه. این ظلم نیست؟ صبر داشته باشید، خدا خودش همه چیز رو درست میکنه. مامان دلم درد میکنه، سرم درد میکنه. خوبی خودت رحم کن. بگه چی کار کنم؟ برده کارم آجی کجاست؟ خدا بچه هم دارم از دست میره. خدایا، خدای بچه هم دست تو میسپرم. چی کار کنم؟ برده کارم به دادم برسه. مسیجه دست و بازوی ولایت، خط سرخ ازل تا بی نهایت. سلام جان خانم، اینجا چی کار میکنید این وقت شب؟ اتفاقی افتاده؟ سلام، حاجی کجاست؟ رفتن راه اطراف گشت، بر میگردن. کی بر میگرده؟ خیلی وقت رفتن، الان دیگه باید سرکلشون پیدا بشه. دیگه برای نماز صبح هم که شده باید برگردن. سرحالش بده. دارم خوب میشه انشالله، ناراحت نباش. یک باری بکن. نترسین، نترسین خانم، چیزی نیست، خوب میشه انشالله. پاکستان اومد. چرا رستم؟ بابا سورو داره دست میره. چه شخه؟ تو تاب داره میسوزه. خدا خواهی بناره، سوشه بریم، سوشه بریم. بفرم فرهان کار دارم. سلام بباش سلام خان.
ایتخو گفتم خبرها تازه تازه برسه. نگفتم نصف شب زابرام کنی. از کجا بدونم؟ گفتم شاید نماز صبح بیداری. آخه پدر بیاموز. اونایی که برای نماز صبح بیدارن و برای نماز شب کجاشون شکل شمایل منو دارن؟ نمیدونستم تو از دارو دست. بنال ببینم چی میخوای بگی؟ خبرهای خوش دارم، خبرهای تازه. آره فرهاد، دنبال من بیا. اینجا دنبالم بیا. بیا دیگه. اومدم. خب بنال ببینم چی میخوای بگی. رفته تو حوزه ریاست جمهوری، مشاور رئیس جمهور تو امور کردستان شده. چی؟ من گزارش غلط نمیدم. فاتحه مردم کرد خونده است. دیگه نمیشه، دیگه نمیشه باهاش در بیافتیم. منظورت چیه؟ اون رفته زیر چتر حفاظت شخصیت ها که چی کار بکنه؟ حق دخل و تصرف تو ملک و املاک ما رو نداره. وصیت نامه میرزا تو مسجد تو کمد یا میزش جاسازی شده. منظور؟ باید توی فرصت مناسب اون وصیت نامه رو از اونجا درش بیاری. چی میگی آقا؟ حرمت مسجد بشکنه همین مردم پوستمونو میکنن، تیکه بزرگمون گوشمون میشه. بی خود بی ترسی؟ نترس. ممکنه خونریزی را بیفته. راه بیفته. عوضش سراسر منطقه میپیچه. یه درس عبرت برای همه میشه. میدونم. بعد جوری شبا دارن گشت میدن تو منطقه. فرهاد، منطقه قراغ اوناست. هجام، تو نمیخواد یاد من این حرفا رو بیاری. مرخصی. حله فرهاد. فقط گوش کن، جایی لبت باز بشه بخوای دو لبه کار بکنی یه گوله خرجت بکنی. نه. اوکی. بیچاره مادرش. چی میگی؟ من یه بار همچی چیزی رو دیدم. بلا به دور. یعنی؟ ره به جایی نمیبرند. این جوشا جوشایی معمولی نیست. آبله است.
سرخکه؟ نه نه نه، ماله ماله چی دختر؟ ماله جنگه، بچه برادر منم تو جنگ. دهن تو باز کن، زبان تو بده بیرون. خیلی عجیبه دکتر. چی میتونه باشه آقای دکتر؟ نمیدونم، باید نمونه برداری بشه. خیلی شبیه به بیماری های شیمیاییه. خودم هم حدس میزنم، اما خب به خانواده‌اش چی بگیم؟ طفلکی بچه. من صحبت میکنم. نه بذار خودم باشون صحبت میکنم. خانواده‌اش رو صدا کنید بیان داخل. همراه بیمار زارا. چیه دکتر؟ من پدر بزرگشم. من الان چیزی نمیدونم بگم. امکانات ما متاسفانه اینجا خیلی محدوده. مریضتون هرچه سریعتر باید برای نمونه برداری اعزام شه تهران. تهران؟ بله، آمبولانس و اورژانس در اختیارتون قرار میدیم. شما برید حسابداری برای انجام کاراش. باشه دکتر، خیلی ممنون. چی شده بابا؟ بابا باید این تهران، بچه رو بریم تهران. تهران؟ تهران برای چی؟ راستش خدا بگین چی شده؟ باید بریم تهران. تهران؟ بچه حالش بده، باید بچه رو بریم تهران. فنا بر خدا، انشاءالله خوب میشه آجا. بریم استراحت داری. بفهمید، ببخشید. No, no, no.
خیلی ممنون. خدا خدا نگه. بله بفرم. سلام حاج رحمت. سلام. اگر ما زنگ بزنیم زیر پاتو نگاه نمی کنی یا؟ اصلا اینطور نیست. زنده باشی. ما که ارادت داریم. شرمنده به خدا. همش درگیر جلسه. جلسه پشت جلسه. چه خبر از چناران؟ امن ام. دل اون برات یک ذره شد. حاجی کارت به کجا رسی؟ فعلاً توی حوزه مشاورینم. یه دنیا کار رو سرم ریخته. ببینم چی کار میکنی. نگفتی؟ امن امان که نشد حرف. برادر من. از قوم ظالمین چه خبر؟ بام حالا یه سرکوفت اون طایفه رو بزن تو سر ما. شوخی کردم بابا، همه بنده خدا. خب حرفتو زدی؟ قرار نشد دیگه دلخور بشی. قربونه. سلام به همه برسون. حتماً. در اولین فرصت خدمت میرسم. در بس در خدمت. خب حاجی امری نیست با من؟ خدا خدا نگهدار. فقط کافیه یه مدت تحت نظر باشی. خب یه فرصت مناسبم. خلاص. بارکلا آفرام. مثل که اون باید بیکار نبودی. آقا فرام، این آقا آشناست. دلم میخواد این کار هرچه زودتر انجام میشه. مگه همینو نمیخوای؟ هر کار دیگری هم باشه در خدمت. مطمئن باشید فرصت فرار پیدا نمیکنه. آقا فرام، شما که ما رو خوب میشناسید. اصلا جای نگرانی نیست. البته دوستیمون سر جای خودش، ولی حق الزعم ما هم باید برسه. در مورد اون مسئله قبلا با هم به توافق رسیدیم. شما 50% پولتون رو گرفتین. 50% بقیه‌اش هم موقعی که کارتون تموم شد حرفی ندارم. خسرو ما رو اینجا نبینم بهتره. بریم. دکتر، تشخیص پزشکی آلودگی شیمیایی دریه و ششهاست. بله، متاسفانه یک سرطان مزمن که ناشی از استنشاق گاز خردله. یعنی چی دکتر؟ چی کار میشه کرد؟ متاسفانه شما خیلی دیر مراجعه کردید. هزار بار گفتم خیال میکردم سرخکه. خیال میکردن که نشد جواب. دخترم خب زودتر میآوردین دکتر. نکته مهم اینجاست این دختر خانم چطوری آلوده شده.
جنگ سال هاست که تموم شده. اگر مطلبی هست شما بفرمایید، شاید کمک بیشتری بتونه برای اون باشه. بله. یه مطالبی هست که باید خدمتتون بگم. سال 1366 چیزی به بهار نمونده بود. ارتش عراق شهر سلیمانیه رو بمباران شیمیایی کرد. اهالی و مردم روستایی که همجوار منطقه ما بودن آواره شدن. اونا پناه آوردن به منطقه چناران از توابع سردشت. یه عده از خدا بی خبر ستون پنجم که توی نوار مرزی برای ارتش عراق جاسوسی میکردن خبر پناهندگی اونها رو به پایگاه عراق میدادن. طی یک حمله هوایی غافلگیرانه همشون به طرز فجیحی در حالی که مصدوم بمباران‌های قبل بودن بمباران مجدد شیمیایی شدن. خیلی ها از بین رفتن. مدت ها از عوارض اون روز نحسشون خبری نبود. مادرش این اواخر دونه های سرخ رنگ ریزی زیر پوستش دیده بود. من میخواستم بگم که زارا قربانی گاز خردلی شد. اگه اون از خدا بی خبر رو استفاده کردن، حالا خودت هم ظاهرا خوب نیست. باید آزمایش بدی. این سرفه ها خیلی مشکوکه. دکتر من دیگه به این سرفه ها عادت کردم. یه جوری باهاشون کنار اومدم. خودت هم همون وقت آلوده شدی؟ بله. من معلم روستام. شبونه اونا رو توی مدرسه قرنطینه کردیم. مجبور شدم جراحات عمقی و عفونت هایی که اونا رو داشت آزار میداد یه جوری تیمارشون کنم. به کمک پدرم و بچه های بسیجی اون شب تونستیم جون خیلی ها رو نجات بدیم. فردای اون شب از هلال احمر و سپاه همون منطقه اومدن اونا را انتقال دادن به مرکز درمانی. من دیگه از سرنوشتشون خبری ندارم. آدرس مشخصات کاملتون رو بدید. نیاز به مراقبت ویژه دارید. باشه چشم. متاسفانه عمق این فاجعه اینطور موقع معلوم میشه. اگر شما به ما اجازه بدین ما اونو ضبط میکنیم برای تمام رسانه‌هایی که ممکنه پخش کنن تا درس عبرتی برای تمام انسان‌های بی‌خرد باشه. باشه من حرفی ندارم. پدر من ماموریت دارم سریع باید برم. مواظب بچه و روزان باشی. باشه بابا خیالت راحت باشه. در اون موردم برم ببینم چیکار میتونم بکنم. منم میرم یه سری به پهلوان نایب بزنم. توکل به خدا. با امید خدا بابا.
به نظر چنان نماید. خوش آمدی، خوش آمدی. نگفتی حاج آقا نظر چیه؟ ببینین حاج آقا ببین نداره، این یه تکلیفه. هنوز در خصوص مورد بعدی صحبت نکردیم. حاج آقا شما در ستاد جشن انقلاب باید نظارت داشته باشین. بله حتما، هدف ما خدمته، به همین خاطرم اینجا خدمت رسیدیم. تکلیف شده، عمل کردن، ما هم داریم اجرا میکنیم. ولی باز گفت ولی از کدم حاج آقا بایستی به عنوان یه خط مشی کلی جز سیاست‌های فرهنگی سیاسی ما باشیم. من این مقوله رو از دغدغه‌های ریاست محترم جمهور و حضرات آقایان میدونم. حاج آقا این یه بخشنامه شده. پیگیری بشین. تأکیدم شده که شما شرکت کنید. بله چشم. من سعی میکنم تو جلساتی که برای صدا و سیما تشکیل میشه شرکت کنم. و حتما نقطه نظرات رئیس جمهور محترم و بقیه آقایون منتقل کنم. خیالتون از این بابت راحت باشه. ببخشید من با این سی تلفن رو جواب بدم. بله بفرمایید. سلام. سلام. بازم من. بفرمایید آقا، بفرمایید. حس می‌کنی پشت سرم بهت زنگ می‌زنم و خوب کردی زنگ زدی. حالت چطوره؟ هیچ، حالم خوب نیست. دلم می‌خواد گریه کنم کردیا. چرا؟ از دارا چه خبر؟ چی شد؟ سارا ممکنه؟ خدا نکنه. دعا کن آش رحمت، خیر انشالله. به هم دلگرمی میدی؟ آولاش افونی شده، بچه هم صورتش طوری شده که دیگه نمیشه تشخیص داد. میام همین امروز فردا خودم میرسونم تهرون. ممنونم. آدرس به هم نمیدی؟ اختیار داری. بنویس. ببین اگه آقاب دروغ گفته باشه چی؟ سرمونه دادی گلدار. تو ماموریت تو دو انجام بده. راستی تو با سهمت میخوای چی کار کنی؟ بعد از انجام ماموریت میخوام دور دنیا یه گشتی بزنم. تو چی؟ من خیلی کارهای دیگه رو دست دارم که باید تمومشون کنم.
شما هم اینجا باشین، نمیخواد دنبال من بیره. خب بابا منم میرم تا داروخونه رو برمیگردم. خوش منم میرم به قرارم. Oh, God, I'm a chill.